سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و سلامت باشید. امروز با یه برنامه متفاوت خدمت شما عزیزان رسیدم. تصمیم گرفتم ما بین برنامه‌هایی که برای شما عزیزان آموزش میدم، ما بینش ادویه‌های معروف دنیا را هم بهتون آموزش بدم. این فکر از کجا به ذهنم رسید؟ چند روز پیش یکی از دوستانم خونه ما مهمون بود و ناراحت بود که هرچی غذا درست میکنه بچه‌هاش بهانه‌گیری میکنن و خوششون نمیاد. متوجه شدم که ادویه‌هایی که استفاده میکنه مناسب نیستش. چند نوع ادویه بهش آموزش دادم، تماس گرفته بود و چقدر تشکر میکرد. میگفت بچه ها میگن که کلی غذاهات فرق کرده و خوشمزه تر شده. این جرقه بود در ذهنم که آموزش چند نوع ادویه معروف رو بهتون بدم. سعی میکنم بین برنامه هایی که اجرا میکنم ادویه برنج، ادویه گوشت، ادویه مرغ، ادویه ماهی و ادویه کاخون یا کاجون یا گراماسالا رو یا ادویه بندری رو بهتون آموزش بدم. ادویه ها خوشطعم‌ترین و خوشعطرترین چاشنی برای غذاها هستند. در تهیه انواع غذاهای سنتی و مدرن از ادویه های مختلف استفاده میشه و ادویه ها عامل طعم دهنده در انواع سس ها، سالات ها، سوپ ها، خورشت ها، برنج ها و کوفته ها و کتلت ها نیز هستند. و همطور که میدونید ادویه های معروفی در دنیا وجود داره که به دسته خاصی از غذاها طعم میده و اساس ترکیبش در همه جا اکثرا یکسانه. من امروز میخوام طرز تهیه ادویه گراماسالا رو بهتون آموزش بدم. همونطور که میدونید این یه ادویه هندیه و بسیار خوشعطر و خوشطعمه. پس من با معرفی مواد اولیه کارم رو شروع میکنم. خب عزیزانم، قبل از اینکه شروع به کار کنم، میدونم براتون سخته که از ترازو اینا استفاده کنید. میخوام با این قاشقای غذاخوری ادویه هامون رو اندازه گیری کنیم. این قاشق سوپ خوری مونه، این قاشق غذاخوری مونه و این قاشق مربا خوری و آخری قاشق چای خوری. من سعی میکنم از این قاشقا استفاده کنم تا ادویه هایی که شما میخواید تو منزل تهیه کنید براتون تهیهش سخت نباشه و نمیخواد دیگه از ترازو و قاشقای قنادی استفاده کنید، چون قاشقای قنادی بیشتر برای مایعات استفاده میشه و برای گرم به درد نمیخوره. به خاطر همین از این قاشقا میخوام استفاده کنم. من این ادویه ها رو میخوام بهتون بگم که چیه اسمش، یه آشنایی پیدا کنید با ادویه‌ای که آسیاب نشده. من اینا رو دونه دونه بهتون نشون بدم. این هله سبز توی انواع مربا، شیرنی، حلوا و غذا استفاده میشه. واقعا عطر خوبی داره. اگر خودتون اینا رو بگیرید و آسیاب کنید ادویه‌تون واقعا خوب میشه. این میخک یه ادویه‌ای که واقعا برای غذاهای دریایی عالیه. ماهیایی که خیلی بوی زخم بدی دارن با این میخک میتونید کاملا بوی زخمش رو بگیرید. این زیره سیاهی که من از کرمان تهیه کردم و کوهی طبیعی عطر و بوی خیلی خاصی به غذا میده. همونطور که میبینید من برای پنیرم هم از این زیره استفاده میکنم. از زیره سبزم آسیاب کنید، زیره سبزم خیلی خوبه، ولی به نظر من کیفیت زیره سیاه از سبز خیلی بیشتره. این برگ بوه بیشتر توی غذاها درستش رو استفاده میکنن، آسیاب نمیکنن. میخواستم شکل برگ پرتقاله. یکی از ادویه جاتی که من واقعا عاشقشم جوز هندیه، به شکل گردوهای کوچیکیه. اینو به راحتی نمیتونید آسیاب کنید، حتما باید رندش کنید. این فلفل قرمز تنده، من اینا رو خودم میگیرم و خشک میکنم. توی غذاهایی که میخوام تقریبا تستش به تندی بزنه، مخصوصا تو ادویه جات بندری، از این فلفلا استفاده میکنم.
این تخم گشنیزه، دونه های خیلی ریزی داره ولی پرخاصیت و عطرش هم عالیه. سیاهه، خواصش بی اندازه زیاده. هم توی غذاهاتون میتونید به این شکل استفاده کنید و هم آسیاب کنید، ولی تو ادویجاتی که میخواییم درست کنیم ما اینا رو آسیاب میکنیم. اگر خودتون بگیرید آسیاب کنید که خیلی بهتره. اینم چوب دارچینه. میدونم همه این ادویه رو میشناسن. بیشتر من این چوبا رو توی چاییام استفاده میکنم. برای دلدرد خیلی مفیده ولی برای ادویه حتما باید آسیابش کنیم. خب حالا ادویه گراماسالا رو میخوام بهتون آموزش بدم. یه ادویه هندیه، تستش به تندی میزنه. گراماسالا، ماسالا به معنی مخلوط ادویه است با مقیاس گرم که بهش میگن گراماسالا و از 7 نوع ادویه تشکیل میشه. از ظرفی که میخواید ادویه رو توش تفت بدید باید یا مسی باشه یا استیل. اگر در صورتی که این دوتا رو نداشتید میتونید از چدن هم استفاده کنید. باید خیلی مراقب باشید که ادویه هاتون نسوزه. خب عزیزان، ادویه هایی که لازم داریم زیره است. این زیره سیاهه و این زیره سبز. از هر دوتای این زیره ها 2 قاشق غذاخوری. میتونید 1 قاشق غذاخوری از زیره سیاه و 1 قاشق غذاخوری از زیره سبز استفاده کنید، یا هر دوتا قاشق رو میتونید از زیره سیاه استفاده کنید. تخم گشنیز 3 قاشق چایخوری. هل ساییده شده 3 قاشق چایخوری. فلفل سیاه 1.25 قاشق چایخوری. پودر دارچین 2 قاشق چایخوری. میخک ساییده شده 3/4 قاشق چایخوری. جوز هندی ساییده شده 3/4 قاشق چایخوری. خب عزیزان، ادویه هایی رو که بهتون میزانش رو گفتم داخل یک ظرف. من این ظرفم ماهیتابه مسی میریزم. تمام ادویه هایی رو که گفتم داخل یک ماهیتابه میریزیم. کاملا ادویه ها رو هم میزنیم. کاملا ادویه هامون باید با هم مخلوط بشه. حالا میبریم روی حرارت ملایم 5 دقیقه. این ادویه رو بالای سرش میمونیم و مرتب هم میزنیم تا عطر و بوی ادویه ها بلند بشه و بعد میذاریم خنک بشه. من میبرم بذارم روی حرارت. من ادویه رو روی حرارت گذاشتم. زیر حرارت هم خیلی ملایمه و مرتب باید بالای سر ادویه واسیم و به این شکل مرتب همش بزنیم. خیلی مراقب باشید چون این ادویه زود میسوزه. پنج دقیقه به همین شکل ادویه‌تون رو مرتب هم بزنید. خب عزیزان، حدود 5 دقیقه گذشته و بوی ادویه کاملا آشپزخونه رو پر کرده. حالا زیر حرارت رو خاموش میکنم و اجازه میدم تا ادویه هامون خنک شه. خب عزیزان،
ادویه رو از روی حرارت برداشتم و نیم ساعت کنار گذاشتم، کاملا خشک شد. حالا طریقه نگهداریش، اگر ظرفای شیشه‌ای داشتید، اگر ظرفای چینی داشتید که دربسته باشه، خب ادویه رو داخلش می‌ریزید و تو جای خشک و خنک به مدت 3 ماه میتونید نگهداری کنید. اگر زیاد درست کردید یه مقدار نمک بهش بریزید و تا 6 ماه هم میتونید نگهداری کنید. حالا اگر ظرفای چینی یا ظرفایی که سفالی باشن نداشتید و از این بطری‌های شیشه‌ای داشتید، من به این شکل ازش نگهداری میکنم. یه فویل رو میبرم، شیشه رو داخلش میذارم برای ادویه هام، به این شکل اضافات فویلا رو داخل شیشه میریزم، کاملا با دستم حالت میدم و ادویه رو داخل این ظرف میریزم. این ادویه جات نباید نور بخوره. اگر نور بخوره عطر و بوی خودش رو از دست میده. حتما باید دور از نور و در جای تاریک باشه. به این شکل میتونید ادویه رو نگهداری کنید. خب عزیزانم، ادویه ها رو داخلش ریختم و با این درش حتما پلاستیکی باشه که هوا داخلش نره و تو جای خشک، خنک و تاریک این ادویه رو نگهداری میکنیم. حالا من این ادویه رو بهتون آموزش دادم، حتما درست کنید. میخوام یه کوفته با سس ماست با این ادویه بهتون آموزش بدم.